سلام، با خبرهای این ساعت تولو و شبکه جهانی تولو نیوز خوش آمدید. امروز جمعه پنجم ماه میزان سال 1392 هجری خورشیدی و 27 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. در نخست سرخط مهمترین خبرها، گفته های وزیر خارجه رژیم طالبان درباره ادامه جنگ و خشونت در کشور، خواست سازمان ملل متحد برای دادن نقش بیشتر به زنان در افغانستان، فردا نخستین روز گسترش روند ثبت نام های رای دهندگان در روستاهای کشور، دیدار وزیران خارجه آمریکا و ایران پس از 35 سال تنش در روابط میان این دو کشور، و افزایش حاصلات کچالو در ولایت بامیان. خبرها. اگر برای از میان برداشتن چالش های کنونی در افغانستان راه حل صلح آمیز جستجو نشود و جنگ ادامه یابد، در این نبرد احتمالاً طالبان پیروز خواهد شد. وکیل احمد متوکل، وزیر امور خارجه رژیم طالبان، در گفتگوی ویژه با تولونیوز تلاش های نظامی را برای تأمین امنیت و صلح در افغانستان به سود کشور نمی داند. و تأکید می‌ورزد که بسیاری از طالبان رها شده از بند دوباره با گروه طالبان پیوستند. صالح سادات گزارش می‌دهد. بارها نبرد نظامیان خارجی برای نابودسازی هراس افغانان در افغانستان انتقاد شده است. این بار یک مقام دوره طالبان ادامه این نبرد را به سود طالبان می‌داند و گروه طالبان را در نبرد در برابر نظامیان خارجی نسبت به سال‌های پیش نیرومندتر می‌گوید. او می‌افزاید که صلح هنگام به میان خواهد آمد که یک راهکار درست برای گفتگوی صلح با طالبان ساخته شود. پیش از این مولوی سمیل حق به نام پدر طالبان معروف است، نیز گفته است که طالبان پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دوباره به قدرت خواهند رسید. که چیری صلح و نسی، دی احتمال ستا چی؟ دغسی و حالت رسی چی به جنگی دول بندی، اگه یه دول موفق سی، ولی بیا هم دوامدار علاج دادی، سلیم علاج دادی، جامع و معقول علاج دادی چې صلح وسی او په صلح کې بدون استثناء ټول افغانان په سیستم کې سره سلاسی. این مقام دوره طالبان درباره گفته های اخیر عبدالرب رسول سیاف که انجام حمله های انتحاری را حرام گفته است چنین دیدگاه دارد. به عنوان یک ابراز نظر گفته های آقای سیاف را چگونه میبینید؟ زه دی وقت سره مناسب نبولم، ولی میخواین که رویش باید صحبت شود؟ که دوی صحبت کول غواړي باید صحبت په ځای کې وکړي، نه دا چې د دې څخه تبلیغاتي جنگ جوړ شي. هرچند بارها حکومت افغانستان رهایی ملا عبدالغنی برادر معاون ملا محمد عمر را در گفتگوهای صلح با طالبان اثرگذار گفته است، اما آقای متوکل میگوید که ملا برادر چون یک فرد نظامی است رهایی وی هیچ اثری در این گفتگوها نخواهد داشت. این مقام دوره طالبان میگوید که ملا برادر که اکنون رها شده است از سرنوشت و خبری نیست که در کجا به سر میبرد. وی میافزاید که بسیاری از طالبان که از زندانها رها میشوند دوباره به صف طالبان میپیوندند. وقتی که یک زندانی رها میشه حتما سی حالت میداشته باشه، یا اینکه اکثر افراد باز هم خط نظامی که چون جریان داره یگانه راهی است دو جذب جلب میشه، و یا هم بدون وظیفه میمانه، در وسط میمانه، نه به اینها کار میکنه نه هم رسما به دولت کار میکنن. یک قیده ایتو هست که پس از صلح کردن یا رهایی به حکومت کار میکنن، ولی ایده کمی هستن. بارها مطرح شده است که زندانیان طالب هنگامی که از بند رها میشوند دوباره به گروه های هراس افغان میپیوندند. این بار این مقام دوره طالبان نیز تایید میکند که طالبان رها شده دوباره به صف طالبان میپیوندند و شمار اندکی هستند که به زندگی عادیشان برمیگردند. گفته های تازه برخی از رهبران طالبان نشان می دهند که این گروه خواهان دخیل شدن در روند سیاسی افغانستان است.
برخی از آگاهان به جزئیات پیام تازه معتصم آقاجان رئیس کمیته سیاسی طالبان که به تولونیوز فرستاده شده است اظهار خوشبینی میکنند و میگویند که طالبان پی بردند که رسیدن به قدرت سیاسی با جنگ و خشونت ناممکن است. رئیس کمیته سیاسی طالبان در یک پیام تازه گفته است در حالی که هر روز سیاستگران کشور مصروف چانه‌زنی های سیاسی برای رفتن به انتخابات هستند، یک اشتباه میتواند افغانستان را به سوی بحران بکشاند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش میدهد. معتصم آقا جان رئیس کمیته سیاسی طالبان در یک پیام سلامیز که به تولونیوز رسیده است تمامی گروه های درگیر را به یک اجماع ملی فراخوانده است. وای که به دستاوردهای 12 سال اخیر اشاره می کند، به نگهداری از این دستاوردها تاکید می ورزد. این مقام طالبان اشتباهات طالبان را برخواسته از بی تجربگی می داند و می گوید که طالبان و تمامی طرفهای درگیر 3.5 دهه اخیر باید به خطاها و اشتباهاتشان اعتراف کنند و از گذشته تلخ اظهار پشیمانی نمایند. در بخش از این پیام که به تولونیوز رسیده است آمده است: من حیث یکی از اعضای فعال و بلندپایه تحریک اسلامی طلبا رسالت خود دانسته تا به گوش ملت افغانستان و همه جهانیان چنین به عرض برسانم که وحدت ملی فراموش کردن کینه و کدورت و همزیستی مسالمت آمیز با جهان یگانه راهی است که باید در پیش گرفت. شاید کسی بپرسد پس چرا طالبان می جنگن؟ چنان که قبلا گفتم جنگ بر طالبان تحمیل گردیده و ایشان به این واداشته شدند. برخی از آگاهان گفته های تازه این رهبران طالبان را از یک سو برخواسته از دو دستگی میان گروه طالبان می دانند و از سوی دیگر می گویند که طالبان به این حقیقت پی بردند که از رای خشونت هیچگاه به قدرت سیاسی دست نخواهند یافت. از این رو به اشتباهات گذشتهشان اعتراف می کنند و خواهان اصلاحات هستند. یقیناً صداهایی که امروز بیرون می شود به عنوان صداهای اصلاح طلبی در افکارشان، در نظریاتشان، در دکترینشان، ای از یک طرف بیانگر ایجاد حالت انشاب است داخل خود این گروپ و از طرف دیگر بیانگری است که اینها استاستا با واقعیت ها امروز مواجه هستند و بالاخره با توجه به این واقعیت ها و با توجه به انکشافاتی که واقع شده یقینا در صدد دیگه هستند که خود اصلاح بسازند و مطابق شرایط خود عیار بکنند و با توجه به معیارات جدید داخل تعاملات سیاسیشان که میتونه یک مقدار خوشبینی ها را ایجاد کنه. معتصم آقا جان رئیس کمیته سیاسی طالبان میگوید که در این روزها که بازار سیاست در افغانستان خیلی داغ شده است و سیاستگران کشور مصروف چانه‌زنی ها برای رفتن به انتخابات هستند، باید این را بدانند که هر اشتباهی میتواند افغانستان را به سوی بحران بکشاند و باید با تدبیر حرکت کنند. این نخستین مقام طالبان است که خواهان اعتراف طالبان به اشتباهشان است. دیده می شود که در این اواخر طالبان با نشان دادن چراغ‌های سبز تمایل دارند تا در قدرت سیاسی افغانستان سهیم شوند. سازمان ملل متحد خواهان نقش آشکار زنان افغان در جامعه است و خواهان تلاش های بیشتر برای نقش فعال زنان در سیاست شده است. صندوق جمعیت و بخش زنان سازمان ملل متحد در کارگاه آموزشی برای خبرنگاران کشورهای جنوب آسیا در تایلند خواهان کار بیشتر رسانه ها برای بیشتر شدن نقش زنان در جامعه شد. در این کارگاه آموزشی گفته شده است که زنان در کشورهای جنوب آسیا بیشتر با چالش های همانند روبرو هستند. در این باره هم شکیلا ابراهیم خیل گزارش می دهد. کارگاه آموزشی برای بررسی چالش‌ها در برابر زنان در کشورهای جنوب آسیا در بنکاک مرکز تایلند برگزار شد. در این کارگاه آموزشی سازمان ملل متحد و شماری از نمایندگان رسانه‌های کشورهای جنوب آسیا نقش رسانه‌ها را در حل چالش‌ها در برابر زنان در این کشورها به ویژه افغانستان، پاکستان، هند، ایران و دیگر کشورهای جنوب آسیا بسیار مهم می‌دانند. افغانستان در راستای بهبود بهداشت و درمان زنان با چالش‌های زیادی روبروست، اما به نظر من افغانستان تاکنون در این راستا دستاوردهای خوبی داشته است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در بخش سلامت مادران در افغانستان و کمک در راستای رقابت خوب از مادران باردار کار می کند. ما در این راستا کارهای زیادی را انجام داده ایم، اما برای بهبود بیشتر صحت زنان کارهای بیشتری باید صورت گیرد.
ناامنی ها، خشونت ها در برابر زنان، رسم و رواج های ناپسند و دسترسی نداشتن به آموزش و پرورش از چالش های مهم امانندی هستند که کشورهای جنوب آسیا با آن روبرو هستند. مرد سالاری از دیگر چالش ها فراراه زنان در کشورهای جنوب آسیا هستند و برطرف کردن این مشکلات به زمان نیاز دارد. نمایندگان کشورهای جنوب آسیا بدین باورند که اجباری شدن آموزش و پرورش می تواند کلید حل مشکلات در این کشورها باشد. چالش های کلیدی زنان در کشورهای جنوب آسیا بی‌سوادی و ازدواج های اجباری هستند، زیرا آنان آموزش دادن نمی شوند و یا هم به خاطر ازدواج های اجباری و یا هم به خاطر ازدواج های اجباری از سواد بی بهره می مانند. بناهن به فکر من، اگر زمینه تعلیم و تربیه به زنان آسیای جنوبی مهیا و یا هم اجباری شود، می توان با این مشکلات رسیدگی شود. به نظر من مسئولیت تضمین حقوق زنان در یک کشور به دوش حکومت آن کشور است، زیرا ما شهروندان یک کشور هستیم و این مسئولیت حکومت است که تا از حقوق شهروندان آن به گونه مساوی دفاع کند. مسئولان رسانه ها و خبرنگاران کشورهای جنوب آسیا از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی خواهان تلاش های بیشتر برای بهبود وضعیت زنان هستند و از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای جهانی می خواهند تا زنان کشورهای جنوب آسیا را در بخش آگاهی دهی از حقوقشان، آموزش و پرورش و دسترسی به خدمات بهداشتی بیشتر کمک نمایند. قرار است گسترش روند ثبت نام‌های رای دهندگان در روستاها فردا آغاز شود. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که یکی از علت‌هایی که این روند در روستاها گسترش می‌یابد، کمرنگ بودن حضور زنان در روند ثبت نام است. در همین حال رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که از روند ثبت نام‌های نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 9 روز دیگر باقی مانده است و در این زمان نامزدان ریاست جمهوری باید نامهایشان را در این کمیسیون ثبت کنند. صالح حسادات گزارش می‌دهد. کمرنگ بودن حضور زنان در روند ثبت نامهای رای دهندگان افزون بر نهادهای مدافع حقوق زنان برای کمیسیون مستقل انتخابات نیز نگران کننده است. از همین رو کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته است تا روند ثبت نامهای رای دهندگان را در روستاهای کشور گسترش دهد. این روند که از روز ششم ماه میزان آغاز خواهد شد، در این روند گروه‌های سیار برای ثبت نام‌های رای دهندگان به تمامی روستاهای کشور خواهند رفت. د شپږم میزان هغه پیل کیږي د شپږ هفتو لپاره ده، او دغه شپږ هفتې په داسې شکل باندې تعین سوي دي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل د ولسوالۍ څخه هغه مرکز چې لري د هغې مرکز مواد او کارمندان په سیار شکل باندې قریجاتو ته لاړ سي. روند ثبت نام های نامزدان ریاست جمهوری تا 14 ماه میزان ادامه خواهد داشت، یعنی 9 روز دیگر به پایان این برنامه باقی مانده است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون 72 تن بسته های اطلاعاتی ویژه نامزدان ریاست جمهوری را از این نهاد گرفتند که از این میان 3 تنشان زنان هستند. در تاکنون خپلواک کمیسیون دریز په دې موارد کې ډیر واضحه ده، د تقسیم اوقات په اساس باندې مختزی دغه پروسه به تمدید نسی. دغه پروسه تر څوارلسم میزان پورې به دوام وکړي، او څوارلسم میزان اخیری نورز ده چې باید کاندید صاحبان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي او رسمن خپل معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته تسلیم کړي. این کمیسیون افزایش نامنی ها را در شمار از بخش های کشور یک چالش جدی در برابر کارهای این نهاد میداند و میگوید که هنوز هم دو کارمند این کمیسیون که از ولسوالی المار ولایت فاریاب ربوده شدند در بند ربایندگان به سر میبرند. ادامه خبرها. پس از ده ها سال تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران، وزیران خارجه این دو کشور برای نخستین بار به گونه رودرو با هم دیدار و گفتگو کردند. دیدار این دو مقام بلندپایه ایران و آمریکا پس از توافق ایران و گروه 5 به اضافه 1 روی حل مسئله هسته‌ای این کشور صورت گرفته است.
وزیران خارجه آمریکا و ایران این دیدار و گفتگوهای مستقیم را مثبت و سازنده می‌دانند و می‌گویند که بهبود روابط میان این دو کشور با زمان نیاز دارد. در همین حال رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از دوره تازه نشست گروه 5 به اضافه 1 و ایران در آینده نزدیک خبر می‌دهد. از زمان انقلاب سال 1979 میلادی در ایران و قطع روابط دیپلماتیک این کشور با ایالات متحده ای آمریکا، دیدار و گفتگوهای وزیران خارجه آمریکا و ایران در ایالت نیویورک آمریکا جمله بالاترین سطح گفتگوها میان مقامهای دو کشور است. جان کری وزیر خارجه آمریکا این دیدار را مثبت می‌داند و از اظهار نظریات وزیر خارجه ایران و دیدار وی با نمایندگان قدرت‌های بزرگ جهان استقبال می‌کند. Needless to say, one meeting. نیاز به گفتنش نیست. یک دیدار و تغییر در لحن سخن گفتن که قابل قدر است، هنوز پاسخگوی سوالات و ابهامات موجود نیست و کارهای زیاد باید انجام شود. ما آرزو داریم که نتیجه مثبتی را به دست بیاوریم و پاسخ سوالهایی که درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران مطرح می‌شود دریابیم. در همین حال محمد جواد ظریف پس از شرکت در نشست وزیران خارجه گروه 5 به اضافه 1 و دیدار با جان کری میگوید که از برداشتن گام اول میان دو کشور راضی است. حالا باید ببینیم که آیا می توانیم گفتار مثبتمان را با اقدامات جدی همراه کنیم تا پیشرفت حاصل نماییم. همزمان با این کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نشست گروه 5 به اضافه 1 و ایران را مهم و ارزشمند می داند و می گوید که دو طرف بر سر یک جدول زمانی توافق کردند تا ایران در مدت کوتاه نگرانی های غرب درباره برنامه هسته‌ای خودش را برطرف کند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا می افزاید که دور تازه گروه 5 به اضافه 1 و ایران در 15 ماه اکتبر سال روان میلادی در ژنو برگزار خواهد شد. و این همچند گزارش کوتاه دیگر از جهان. در یک انفجار موتربم در شهر پشاور پاکستان 18 تن کشته شدند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌های امنیتی پاکستان می‌گویند این انفجار در داخل موتر رخ داد که کارمندان حکومتی این کشور را به خانه‌هایشان انتقال می‌داد. این مقام‌ها می‌افزایند که مواد انفجاری در عقب موتر جابجا شده بود. نخست وزیر پاکستان میگوید که حمله های هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا بر این کشور می تواند پیشنهاد حکومت وی را برای گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی متاثر سازد. نواز شریف می افزاید که این گونه حمله ها بر بخش های قبایلی پاکستان غیر قانونی است و در همین حال می گوید که طالبان پاکستانی باید قانون اساسی این کشور را بپذیرند. پیش از این طالبان پاکستانی گفته بود که برای آغاز گفتگوها حکومت پاکستان باید روند حمله های هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا را متوقف سازد. یک موسسه پژوهشی در بریتانیا هشدار می‌دهد که بریتانیا به مرکز معتادین به الکل و مواد مخدر در اروپا تبدیل شده است. مقام های این موسسه می گویند که از هر 12 جوان بریتانیایی یک تن آن معتاد به مواد مخدر مجاز هستند. این مقام ها می افزایند که سوی مصرف از مشروبات الکلی و مواد مخدر سالانه 36 میلیارد دلار برای بریتانیا هزینه بر جا می گذارد. با این همچند خبر اقتصادی. امسال 275 هزار تن کچالو در ولایت بامیان برداشت خواهد شد. در آغاز روند جمع‌آوری حاصلات کچالو در ولایت بامیان، مسئولان وزارت زراعت و آبیاری میگویند بر بنیاد پیش‌بینی‌های آنان امسال حاصلات کچالو در این ولایت 10% افزایش یافته است. از سوی هم مسئولان این وزارت میگویند امسال پیش از 1200 کشاورز در بامیان در چارچوب برنامه های صندوق توسعه زراعت از قرضه های کشاورزی بهرمند شدند. ذبیح الله جهانمل گزارش می‌دهد. افزایش و بهبود حاصلات کچالو در ولایت بامیان باشندگان این ولایت را به اشتراک در میله های کچالو کلوخی تشویق می کنند. امسال این کشاورزان برداشت کچالو را به گونه دست جمعی در بامیان جشن گرفتند. پیش بینی ما این است که تولید کچالو به صورت اوسط حدود 10% بلند خواهد رفت امسال در ولایت بامیان، یعنی حدود 20 تا 25 هزار تن اضافه خواهد شد، چون که به همه کوپراتیف های زراعتی ما هنوز رسیدگی نتانستیم. امسال ما تنها 44 کوپراتیف تحت پوشش قرار دادیم.
مشکلات پیدا کرده کچلو و همچنان مارکتینگ از این وجود داشت کم کم داره مفهوم میشه. هرچند وزارت زراعت و آبیاری از افزایش حاصلات کچلو در این ولایت خبر میدهد، اما شمار از کشاورزان باز هم نبود ذخایر بزرگ نگه داشته کچلو، نبود بازارهای مناسب برای فراورده هایشان و نیز نبود کارخانه های تولید چپس را در این ولایت از مشکلات اساسیشان میگویند. ما رو دراز رو بیل میدن، زمد میکشیم، دو با یک ما قصد داریم، دو با یک خوب نمیشه. ای بازار پیدا که حکومت کرد میخواییم، توخم میخواییم. با میان جمله ولایت های پیشتاز در کشت و برداشت کچولو در کشور است. و گفته میشود که نصف از کچولویی که در کشور تولید میشود از ولایت بامیان به دست میآید. اما نبود بازارهای مناسب برای کچولو از مشکلات اساسی این کشاورزان به شمار میرود. زبیح الله جهانمل، تولو نیوز، ولایت بامیان. و تا کنون 45% شهروندان کشور از انرژی برق استفاده می کنند. مسئولان شرکت برشنا می گویند این شرکت تلاش دارد با توسعه شبکه های برق در کشور مشترکان بیشتر جذب کنند. تلون شرکت برشنا می گویند در حال حاضر 80% برقی که در کشور استفاده می شود برق وارداتی از کشورهای مختلف است. آنان می گویند با توجه به نیازمندی های بیشتر مردم به انرژی برق در شمار از ولایت ها از برق آفتابی و حرارتی نیز استفاده می شود. و آنان تلاش دارند شبکه های برق را در کشور توسعه دهند. این طور است که ولو که منابع داخلی باشه منابع خارجی، ما به لینای انتقال در سراسر افغانستان ضرورت داریم، ما به ضرورت داریم، به شبکه ها ضرورت داریم. دیگه به این خاطر ما این لینه که میگذرانیم خاطر که 20 سال آینده افغانستان به طرف جنوب افغانستان هم تامین بکنه، ما این لینه پروژه داریم. اگر از منابع خودمون باشه داخل رنگ میشه، اگر وارداتیان باشه داخل رنگ، ما به این لینه ضرورت داریم. از هم شمار از آگاهان اقتصاد می گویند حکومت باید برای ارزای خدمات لازم برق به شهروندان کشور منابع آبی کشور را به کار گیرند. به باور آنان برق وارداتی کشورهای همسایه نمی تواند برق مطمئن برای مردم باشد. بیننده های گرامی، برای ارائه رویدادهای ورزشی همکارم سمیر رسا در استودیو حضور یافته. خیلی رسا. سلام دوستان، این همچند رویداد ورزشی. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان همین اکنون در برابر سوریه قرار گرفته است. این دیدار که در چارچوب رقابت‌های مقدماتی نوجوانان آسیا در اردن برگزار شده است، تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور در دومین دیدارشان در برابر سوریه قرار گرفته است. تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور در نخستین دیدارشان 2-0 بازی را به عربستان سعودی واگذار کرده بودند. در این رقابت‌ها افغانستان در گروه چهارم با اردن، سوریه و عربستان سعودی همگروه است. این رقابت‌ها با حضور 43 کشور با میزبانی اردن برگزار شدند و در پایان 15 تیم برتر جواز حضور به رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا را به دست می‌آورند. اکنون دقیقه 66 بازی هست و این دیدار با نتیجه بدون گل تا اکنون دنبال می شود. شاهین آسمایی حریف طوفان حریرود در مرحله نیمه نهایی شد. در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن، شاهین آسمایی امروز 1-0 در باسین ساپی را شکست داد. تنها گل این دیدار را حشمت الله بارکزای عضو تیم ملی در دقیقه 51 به ثمر رساند. دیدار سرنوشت ساز برای تیم های فوتبال شاهین آسمایی و دباسین ساپی. در نیمه اول شاهین آسمایی با وجود که 67% توپ را در اختیار داشت و از 11 شود 4 شوده که برای دروازه دباسین ساپی ارسال کرد، اما نتوانست به گل برسد. دباسین ساپی هم با 33% اختیار توپ از 9 شود 4 شوده که برای دروازه شاهین آسمایی ارسال کرد به گل نرسید. ضمن این که ایمل منگل در دقیقه 30 روی خطایی که انجام داد از سوی داور کارد زرد دریافت کرد. اما نیمه دوم نیمه مربیان علی جواد عطایی سرمربی شاهین آسمایی با توصیه هایی که به بازیکنانش کرده بود در دقیقه 51 نتیجه داد. مقصود هاشمی با پاسی که به حشمت الله بارکزای داد، این بازیکن شماره 10 هم توپ را به کنج دروازه دباسین سپای زد تا شاهین 1-0 پیش شود و خودش نیز 3 گل شود. تنها گل حشمت الله بارکزای بازی را به نتیجه 1-0 به پایان رساند و خودش نیز بهترین بازیکن میدان شناخته شد. هنوز مرحله نیمه نهایی برگزار نشده است که شماره از هواداران تیم قهرمانشان را پیش بینی میکنند. به نظر من باید شاهین آزمایی قهرمان شود، چرا که بیشترین گل هم زده و برنده است. طوفان حریرود تیمی است که در سال گذشته تانست که مقام اول بگیرن و فعلا امتیاز خوبم دارند. با این ترتیب در مرحله نیمه نهایی رقابت ها و روز پنجشنبه شاهین آسمایی و طوفان حریرود با هم دیدار میکنند و جمعه آینده هم سیمرغ البرز در برابر عقابان هندوکش وارد میدان خواهد شد.
برنامه های دیگر تولو نیوز و تولو را هم دنبال کنید. خدا نگهدار.